بنام خداوند بخشنده مهربان. محترم جناب ولی امامی شریف رحمان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، شما و از نام همه دانشجویان تاجیک مقیم مصر خیرمقدم میگویم و برایتان سعادت و تندرستی و روزگار آباد و موفقیت آرزومندم. پیش از همه اجازت فرمایید شما را محترم امامی شریفویچ با مناسبت از نام و مقام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انتخاب شدنتان تبریک و مبارکباد گفتم. برایتان در این مقام پرمسئولیت در خدمت خلق و وطن عزیزمان کامیابیها تمنا نمایم. باعث سربلندی و افتخار ما دانشجویان تاجیک است که امروز در شهر قاهره به دیدار شما مشرف گشتیم و از این موقع اندک میگیریم. باید تأکید نمود که شما جناب عالی از منبرهای سازمان و مؤسسههای مختلفی بین المللی به خاطر بزرگداشت فلسفه و تمدن راستین اسلامی و از ارزشهای تاریخی آن پشتیبانی نموده بر ضد با هم مقابل گذاری دینها و تمدنها ابراز نظر کردید. چنانچه شما در سسه گنرالی 21 یونسکو از جمله یادآور شده گفته بودید که ما اصولا مخالف استفاده خود اصطلاحهای تروریسم اسلامی اکستریمیزم اسلامی میباشیم. تروریسم و اکستریمیزم را باید از نقابههای سیاسی و دینی جدا کرد. من اعتقاد قوی دارم که اکستریمیزم و رادیکالیزم را با یگان دین از جمله اسلام نسبت دادن مطلقا روا نیست. سرچشمه هر گونه اکستریمیزم و از نادانی و خرافات و جهالت پرستی است و من با علم و دانش و فهم درست اسلام می توان عقیده های خراب آور را از بن و ریشه برکند و ما هدف دانش آموختن خود را در اثر در همین ببینیم. و مطابق با سخنان شما که در مملکت عربستان سعودی گفته اید ما باید سیمای پاک و مقدس اسلام را حفظ نماییم عمل میکنیم. پوشیدن سی دانشگاه از هر همین معتقدی را پیشه و رویش خود قرار داده و دانشجویان نشان در همین روحیت تربیه میکنند و از هر گونه نمودهای افرادگرایی و تندروی برحذر مینماید. در نتیجه دانش آموختن در ازهر و نتیجه گیری از آیاتهای قرآن مجید و گفتار پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم و چنین خلاصه آمده ایم که برای هر یک مسلمان طاعت ولی الامر یعنی سرور کشور واجب است. ما دانشجویان تاجیک با وجود از وطن دور بودن از همه نویگرههایی که در تاجیکستان روی میدهند باخبریم و از سیاست خیرتمندانه سرور دولتمان جانبداری میکنیم، زیرا همه دستور و قرارهای حکومت ما برای بهبود و رشد اقتصادی و فرهنگی تاجیکستان روانه شده است. مثلا خدمتهای شما جناب عالی در بنیاد چند نیروگاه برقی آبی که دارای ذخیرههای بزرگترین و ارزانترین هیدروانرژیکی میباشد، انجام کارهای اساسی در نقل اتومبیلگرد استقلال، آغاز ساختمان و تجدید یک سلسله راه و نقلهای دیگری اتومبیلگرد از جمله راه دوشنبه چنک و هیره دویم راه دوشنبه سریتاش، تونلهای شهرستان و شرشهر، آغاز ساختمان یک قطار کارخانههای عظیم و صنعتی، تجدید باشکوه 15 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان و جشنهای همردیف آن فال اینک از ابتدای مرحله صفتی صفتاً نو در رشد و نموی منبعده اجتماعی و اقتصادی کشور عزیز ما و استوار و پاینده گردیدن اساسهای دولت و دولتداری ملی تاجیکستان است. بزرگان ما در تأسیس علوم دینی و دنیوی سهم باصدای خود را گذاشتند، مانند امام اعظم ابو حنیفه، میرسید علی همدانی، امام طبری، امام بخاری، مسلم، نسائی، ابو داود ابن ماجه و ترمیزی که از زادگان کشور ما هستند. و این دلیل صدق و راستی سخنان پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم است که در یکی از حدیث های مبارکشان چنین میگوید: اگر دین در سیاره سوریا معلق باشد، مرد از فارس و یا فرزندان فارس آن را خواهند برد یا آن را برخ خواهند آورد. از این رو ما دانشجویان تاجیک میکوشیم تا از وارثان شایسته نیاگان نامور خود شویم و از بعدی و بعد ختم مرحله های تعلیمی خود به وطن عزیزمان برگشته برای پیشرفت و شکوفایی وطنمان کوشش می نماییم و در تربیت و تشویق کارهای سازندگی و بنیادکاری آبادی تاجیکستان عزیز، اینچنین در بلند برداشتن آداب و اخلاق و رفتار و کردار حمیده نقش ارزنده بداریم. جناب عالی سربلند و سلامت باشد و خدا.